به نام خداوند بخشنده مهربان سلام دوستان عزیز و خوب ما من معصومه خاوری هستم استاد مضمون بیولوژی شما و از طریق رسانه مکتب هادی مهمان خانه های شما خوبان هستیم شما شاگردای خوب می از طریق شماره دو سفر 964 780 255 40 و 13 با ما از طریق تلگرام، واتساپ، یوتیوب و آپارات به تماس شوید. خب عزیزان من در فصل اول مضمون بیولوژی سنف هشت در اولین جلسه ما در رابطه با طبقه بندی موجودات زنده با هم گفتگو میکنیم. در این فصل میخوانیم دانشمندان چگونه موجودات زنده را طبقه بندی کردن و چه تاریخچه ای در پشت از این طبقه بندی وجود داره و این طبقه بندی چگونه است و آیا ما موجودات زنده را امروزه به نام طبقه بندی شده آنها میشناسیم یا نه به نام معمولی آنها و ضرورت نیاز به استفاده از نام علمی آنها را با همدیگه دیگه گفتگو میکنیم در ابتدا برای اینکه شما شاگردای خوب عزیز ما پی به اهمیت موضوع درس امروز ما ببرید برای شما یک مثال ساده می زنیم فرض کنین شما فروشنده یک کتاب فروشی هستید و من یک مشتری هستم و میخوام از شما یک کتاب خریداری کنیم من پیش شما میایم و از شما یک کتاب میخواهم شما فکر کنید اولین سوالی که شما از می میکنید چیست؟ بله درست است آفرین شما از من میپرسید چه کتابی را میخواین؟ من اگر تا موضوع کتاب و تا نام کتاب یا موضوع کتاب را برای شما نگم شما سردرگم هستید که من چه کتابی میخوام آیا من کتاب تاریخی میخوام کتاب سیاسی میخوام کتاب ادبیات شعر قصه داستان و یا کتاب علمی میخوام شما میپرسید شما چه کتابی نیاز دارید من میگم کتاب داستان شما سوال دومی که ممکن است در ذهن ما و شما بیاید اینه که شما از من میپرسید چه داستانی مثلا داستان تاریخی می خواهید کودکانه میخواهید داستان‌های ادبی می خواهید سوالی را که شما از من میپرسید شما را به جواب که همو کتابی که ما نیاز داریم نزدیک و نزدیکتر می کنند. خب حالا دانشمندان ما هم برای موجودات زنده یک طبقه بندی انجام دادن که ما به راحتی می یک جاندار ناشناسی را بر اساس طبق بندی هایی که شده شناسایی کنیم و حدس بزنیم که متعلق به چه گروهی از موجودات زنده قرار می گیرن. در ابتدا تاریخچه طبق بندی موجودات زنده را با هم مرور می‌کنیم. اولین بار در دو هزار سال قبل دانشمندی به نام عرستو که نامش در کتاب های مکتب زیاد شنیدید و یک دانشمند و یک فیلسوف یونانی هست برای ما اولین طبقه بندی موجودات را انجام میده عرستو موجودات را چگونه طبقه بندی میکنه؟ عرستو موجودات زنده را برای ما به دو گروپ نباتات و حیوانات تقسیم میکند پس موجودات را چگونه طبقه بندی کرد؟ به دو گروه موجودات زنده طبق تقسیم بندی عرستو یا مربوط به نباتات هستند و یا مربوط به حیوانات هستند. اما نباتات را چگونه طبقه بندی کرد؟ نباتات را برای ما به سه گروه تقسیم کرد این سه گروه شامل درخت ها، بوته ها و علف ها هست پس نباتات یکی از این سه گروپ خارج نیست یا مرسو گفت یا نباتات درخت است یا بوته است و یا علف است و حیوانات را نیز بر حسب اینکه در کجا زندگی میکنه به سه گروپ تقسیم کرد آنهایی که در خشکی زندگی میکردن خشکی زی آنهایی که در هوا پرواز میکردن هوازی و آنهایی که در آب زندگی میکردن به نام آبزی تا سالیان سال تقسیم بندی عرستو مورد توجه و استفاده دانشمندان و سایستانان قرار گرفت اما به مرور زمان با کشف موجودات جدید کم کم جانداران و موجوداتی کشف شد که نه جزوی از نباتات بودن و نه جزوی از حیوانات و جایی برای آنها پیش بینی نکرده بود ارستو در جلسه بعدی با یک موجودی به نام یوگلنا آشنا میشیم که او یوگلنا نه جز نباتات و نه جز حیوانات اما هم ویژگی نباتات داره و هم ویژگی حیوانات داره این موضوع و پیدایش ای جانداران باعث شد که دانشمندان به فکر بیفتند که یک تقسیم بندی دیگری را ارائه بدن طوری که دومین طبقه بندی موجودات زنده را ما در سال 1735 توسط این دانشمند به نام کارلوس لینوس که یک دانشمند سوئدی هست داریم کارلوس لینوس طبقه بندی جدیدی را به ما و شما ارائه داده که مورد اعتبار هست و تا همالی از همو استفاده میشه اما کارلوس لینوس یا به عبارتی به اختصار لینا موجودات را بر چه اساسی طبقه بندی کرد؟ کارلوس لینوس یا لینا آمد موجودات را بر اساس صفات مشابه آنها تقسیم بندی کرد یعنی نه تنها آمد محل زندگی آنها را در نظر گرفت بلکه خصوصیات و صفات مشترک بین موجودات زنده را اساس طبقه بندی خودش قرار داد و یک طبقه بندی جدیدی به نام سیستم نامگذاری دوگانه ارائه داد این سیستم نامگذاری دوگانه یک روش یا یک شیوه ای هست که بسیار مناسب و مفید هست و تا به امروز از آن استفاده میشه خب کارلوس لینوس آمد برای هر موجود زنده یک نام علمی ارائه داد این نام علمی دو کلمه است. مانند خیلی از ما و شما من از شما شاگرد خوب میپرسم نام شما چیست؟ شما مثلا میگویید محمد ابراهیم یعنی محمد فرزند ابراهیم اگر نام پدر کلانتونم باز برای ما مشخص کنید میشه مثلا مثال میزنیم میشه محمد ولد ابراهیم ولد مثلا احمد یعنی شما آبا و اجداد خودتانه یکی پشت سر دیگری نامش مطرح میکنید خب این هیچ کسی در دنیا پیدا نمیشه که نامش مانند نام شما باشه یعنی هم نام پدرش یکی باشه هم نام پدرکلانش یکی باشه هم نام خودش یکی باشه هم اصلا همچین کسی وجود نداره چون شما خودتان هستید و با مشخصات خود شما خب کارلوس لینوس برای حیوانات هم برای موجودات زنده هم در سیستم نامگذاری دوگانه خودش ایرم مد نظر قرار داد یک نام علمی عنوان کرد که در این نام علمی خودش دو کلمه هست این دو کلمه چی هستش؟ همونطور که میبینیم ما و شما این موجودات یک نام علمی داره در این سیستم نامگذاری دوگانه که این نام علمی ما از دو کلمه درست شده است کلمه اول نمایندگی از جنس موجود زنده داره و چون اول نوشته میشه و به حروف لاتین و هست با حرف بزرگ لاتین نوشته میشه کلمه دوم در نام علمی موجودات زنده نمایندگی از نوع موجودات داره و با حروف کوچک انگلیسی نوشته میشه البته طبق سیستم نامگذاری کارلوس لینوس اگر ما نام علمی یک جاندار کامل بگوییم هفت نام هست هفت طبقه رو باید ما ذکر کنیم که حالا یک کمی پیشتر که بریم باز این طبقه بندی رو شما میبینیم آشنا میشیم به عنوان مثال با نام علمی یک گیاه به نام گلاب سفید ما و شما این گل زیاد دیدیم در باغچه ها این گل سفید بو هم کردیم بوی بسیار خوب و خوشایندی داره این گل مخصوص فصل بهار هم هستش نامش نام فارسی که به ما میخوانیم گلاب گلاب سفید هستش گلاب سفید نام معمولی هست نام علمی ای نبات ما میشه روزا آلبا پس نام علمیش میشه روزا آلبا خب آلبا نوع گیاه را برای ما مشخص میکنه و روزا جنسش را برای ما مشخص میکنه همانطور که گفتیم روزا چون در ابتدا نوشته میشه با حروف بزرگ انگلیسی شروع میشه و آلبا نام دومش هسته که ما این نام دوم را با حرف کوچیک انگلیسی هم اگر بنویسیم درست است اشکالی ندارد اگر با حرف بزرگ نوشتیم اما نام اول حتما حتما باید کلمه روزا با حروف بزرگ انگلیسی نوشته شود روزا آلبا یا گلاب سفید مثال دوم ما همونطور که میبینید نام معمولیش پشک صحرایی هست پشکها ها گناه های مختلفی دارن که یک نوع او که در تصویر عکسش را اینجا میبینید پشک صحرایی هست به نام علمی فیلیس کتوس نام علمیش میشه فیلیس کتوس نام معمولیش پشک صحرایی هست خب فیلیس در ابتدا نوشته شده نام جنسش هست با حرف بزرگ انگلیسی شروع شده و کتوس نام دومش هستش که نوعش رو مشخص میکنه پشک صحرایی با نام علمی فلیس کتوس شاگردای خوب دقت داشته باشید که این مثال هایی که در این درس گفته شده اینا در امتحان حتما حتما یک نمونه از اینا در امتحان خواهد آمد و بعد شما پرسان میشه نام علمی پشک صحرایی چیست جنس و نوع آن را مشخص کنید شما میگید که پشک که صحرایی فلیس کتوس هستش فلیسش میشه جنسش و کتوسش میشه نوعش مثال سوم ما و شما ای از عکس شاید ای حیوان را بشناسین یک حیوانی هست به نام گرگ که جزء حیوانات وحشی هست و در جنگل ها زندگی میکنه این حیوان که به نام معمولی و آمیانه گرگ ما میشناسیم نام علمیش هست کنیس لوپوس کنیس نام جنسش هست با حرف بزرگ شروع شده و لوپوس نوعش هست که در کلمه دوم قرار میگیره پس نام علمی گرگ شد کنیس لوپوس خب این نامگذاری را کارلوس لینوس انجام داده و تا به امروز این نامگذاری معتبر هست اما علت موفق بودن نامگذاری سیستم دوگانه چی هستش چی شده کتاب امروز دانشمندان این نامگذاری را قبول داره ای هست که شاگردای خوب توجه کنید در تمام جهان که بگردید نام علمی ثابت است چون بر اساس یک زبان بین المللی زبان انگلیسی یک زبان بین المللی هست تمام مردم دنیا می توانند از طریق این زبان بین المللی با یکدیگر ارتباط برقرار بکنند و نام علمی موجودات هم از همین زبان بین المللی استفاده شده موفقیت دیگری که کارلوس لینوس در سیستم نامگذاری دگانه خودش به خودش اختصاص داده ای هستش که در دنیا موجودی پیدا نمیشه دو موجودی که یک نام علمی داشته باشه به عبارتی نام علمی منحصر به فرد است یعنی نام علمی مخصوص همون جاندار هستش وقتی که ما میگیم روزا آلبا یعنی ما میاییم گلاب سفید مشخص میکنیم دیگه هیچ نبات و هیچ گلی در دنیا پیدا نمیشه که او هم نام علمیش روزا آلبا باشه ولی یک رنگ دیگه باشه یک خاصیت یا یک صفات دیگری داشته باشه خب به همین دلیل هست که دو تا ای دو تا امتیاز باعث شده که نامگذاری دوگانه برای که توسط لینه انجام بشه مورد قبول و تایید دانشمندان مختلف قرار بگیره اما اول یک اشاره کردم به شما شاگردای خوبم که اگر قرار باشه ما یک نام علمی را کامل عنوان بکنیم برای هر موجود زنده همونطور که شما بینید یک نام طولانی و دور درازی میشه مثل از هست که ما میگیم نام خودت چیست نام پدرت نام پدر کلانت نام پدر پدر کلانت یا به عبارت کسانی که شجر نامه تهیه میکنن باید چند پشت خود را بدانند حالا در اینجا میبینیم سویه های طبقه بندی موجودات زنده که دانشمندان برای یادگیری یا آسانتر دو نام آخرش از ما میخوان که این دو نام آخرش همین جنس و نوع موجود زنده هستش اگر ما برگردیم و این سویه های طبقه بندی را با هم مرور کنیم میبینیم که تمام موجودات زنده در کره خاکی ما به شش عالم تقسیم میشه که ما در جلسات بعدی تک تک این عالم ها را میخوانیم هر عالم از چندین فایلم درست شده و هر فایلم از چندین کلاس و هر کلاس از چندین آردر و هر آردر از چندین فامیلی و هر فامیلی از چندین جنس و هر جنس از چندین نو هست و اگر قرار بود ما برای هر موجود زنده هفت تا نام او را یاد می گرفتیم یک کار سخت و مشکلی بود ممکن بود فراموش کنیم برای همین تصمیم گرفته شده موجودات که دانشمندان تصمیم گرفته که موجودات را به دو نام آخرش یعنی ناو و جنسش بخوانند. اما دو دوتا اسم نام آخر یعنی ناو و جنسش چی برای ما میگه چی برای ما مشخص میکنه را؟ با همدیگه یک مروری داریم میگیم ناو کوچکترین واحد طبقه بندی موجودات زنده هست این جاندارانی را ما در یک نوع قرار میدیم که اینها علاوه بر صفات و خواست مشترک ظاهری اینها قدرت ای را داشته باشند که اگر در کنار یکدیگر زندگی بکنند قدرت تکسر و تولید مثل داشته باشند پس گونه به مجموع جاندارانی گفته میشن که بسیار شبیه به یکدیگر هستند با هم یک جا زندگی میکنن و قدرت تولید مثل دارن البته بهتر بود که نامش در سنف هشت کاملتر میگفت و میگفت توانایی ای را دارن که زاده هایی را تولید بکنن که او زاده ها هم توانایی تولید مثل یا تکثیر داشته باشن اما چون در کتاب سنف هشت تا به همینجا جا را تعریف کرده ما هم به همین اکتفا کردیم اما در سالهای بعد میخوانیم مثال برای شما میزنیم مثلا اسب و اولاق که هر دو از یک جنس هستند اما نوع اینها متفاوت هست چون زاده های اینها قاطر میشن اما هیچ قاطری تکسر و تولید مثل انجام نمیدن زاده قاطری را به وجود نمیارن یا به عبارت ما در موجودات زنده هیچ قاطری را نداریم که از قاطر به وجود آمده باشد بلکه این قاطر از اسب و اولاق به وجود آمده خب جنس برای ما چه چیزی را مشخص میکنه؟ جنس برای ما انواهای مختلفی که دارای خصوصیات مشترکه ما گفتیم اسب و اولاق از یک جنس هستند هر دو چهار پا هستند هر دو نشخار کننده هستند هر دو علفخار هستند هر دو بچه زا هستند و در گروه پستانداران قرار می گیرن اما دیدیم از یک نوع نیستن خب این دو تا قسمت آخر نام علمی موجودات رو ما سعی می کنیم که نام علمی اونها را که اگر بگن این دو تا قسمت آخر به خاطر بسپاریم نو و جنس جانداران را خب اگر در این سویه های طبقه بندی ما و شما دقت بکنیم می بینیم که هر چقدر از عالم به سمت نوع موجود ما پیش برویم تعداد کمتر میشه اما شباهت ها بیشتر و بیشتر میشه اگر برعکس در امتحان سوال از شما سوال کنن که در سویه های طبقه بندی موجودات زنده کدام گزینه زیر شباهت بیشتری داره الف نو مثلا به جنس فامیلی آردر شما رو باید به خاطر همیشه بسپارید که از بالا در سویه های طبقه بندی از بالا به پایین تعداد جانداران کمتر و کمتر اما شباهت بیشتر میشه و برعکس هر چقدر از سمت نو به سمت عالم پیش بریم شباهت ها کمتر اما تعداد جانداران بیشتر و بیشتر میشه اگر کدام جایی برای شما سوالی پیش آمد جایی را متوجه نشدین یا سوالی اضافه تر از مطالب درسی کتاب داشتید از طریق شماره تلفنی صفر دو صفر با ما از طریق واتساپ، تلگرام، یوتیوب و آپارات و فیسبوک به تماس بشین و سوالات خودتان را بپرسید. اما کار خانگی به قول شاعر از هر چه بگذریم سخن دوست خوشتر است ما و شما هم با هم دوست هستیم یک دوستی که یک هدف داریم و ما و شما به سمت یک هدف حرکت می و او هدف ما آموختن بیشتر و بیشتر هست و هر روز می دوست داریم چیزهای جدید و جدیدتری را یاد بگیریم خب کار خانگی شما ای هست که به دلخواه و آزاد هستید که دو موجود زنده را به دلخواه انتخاب کنید و نام علمی او را پیدا کنید و برای ما بنویسید جنس و نوعش را مشخص بکنید و برای ما ارسال کنید می توانید از کتاب بیولوژی هشتم از بیولوژی یازدهم کمک بگیرید یا از اطرافیان خودتان یا از کتاب های علمی دیگه استفاده کنید اگر هم دسترسی ندارید هیچ اشکالی نداره همین کتاب سنف هشتم شما در همین جلسه اول در قسمت فعالیت ها دو موجود را برای شما نام علمیش کامل آورده میتونید اونها را مطالعه کنید و همین دو موجود زنده را به عنوان جواب برای ما ارسال بکنید بسیار بسیار خوشحال شدم که یک بار دیگه از طریق دوربین دوربین رسانه مکتب هادی مهمان خانه های شما شدم همه شما شاگردای خوب و عزیزم را تا جلسه بعدی به خدای بزرگ و مهربان می سفارم.